همکارم سیامک قادری اینجا در استودیو همراه ما هستش. سیامک، به نظر میاد که این موج از اعتراضات بیشتر جنبه مذهبی پیدا کرده و در مناطق سنی نشین اتفاق میفته. خب درست رکسانا، ببین ما یعنی در واقع از همون ابتدا مشخص بود که همچنان که در واقع اعتراضات ادامه پیدا خواهد کرد، لایه ها و اقشار مختلفی به این قضیه میپیوندن. در مورد زاهدان الان اینجوریه که انگار که مثلا یک جنبه مذهبی داره و مخصوصا که الان ضرب حکومت روی مناطق سنی نشین هستش و در همین زاهدان یا در شهرهایی مثل گالیکش یا در سنندج شروع کردن در واقع ماموستاها یا رهبرای مذهبی اینا رو گرفتن. بنابراین تصور عمومی یعنی ظاهر قضیه اینجوریه که انگار در واقع این موج مذهبیه، اما باید توجه داشت که این آدمایی که دارن میان دارن همون شعارهایی رو میدن که در جنبش اعتراضی بوده، یعنی لزوماً با شعار آدمای مذهبی نیستن. قیافه ها رو نگاه میکنی تو دیگه از اون جوانای پرشر و شور شهرها توشون کمتر دیده میشه، بیشتر آدمای میانسال یا پرسن سالن. ولی مهم اینه که اینها هم ادبیات خودشونو و اون گفتمان مذهبی خودشونو خیلی نزدیک کردن به همین گفتمان اعتراضی که الان جریان داره. بنابراین قابل پیشبینی هم بود، یعنی قابل پیشبینی بود که گروه‌های مختلف در جریان انقلاب میپیوندن به این قضیه. الان ما شاهدیم که در واقع یه قشری مذهبی از اون دیدگاه در واقع اهل سنت، یعنی ما همچنان منتظریم که همین تیپ آدما، یعنی آدمای میانسال و سن بالا در اون در واقع قالب شیعی خودش هم به این تظاهرات بپیوندن که اونجوری که در واقع جامعه شناسا یا کسایی که سیاست رو دنبال میکنن میگن و در واقع گفتن این خواهد در واقع به تحقق خواهد پیوست. همون قشر خاکستری که در موردش صحبت میشه. بله اون یه چیز عمومی جبهه‌ای هستش، ولی ما داریم الان در واقع از اون بخشی صحبت میکنیم، از اون بخشی از قشر خاکستری صحبت کنیم که دیدگاهشون مذهبی دارن. مولوی عبدالحمید در مورد شکنجه زندانیان توی صحبتاش تاکید زیادی داشته، چرا؟ درسته. ببین ما اینجا به دو بخش باید اشاره کنیم. یکی اینی که اگه خاطرت باشه ما در واقع از همون یکی دو ماه اولی که در واقع اعتراضات شروع شد، بعد اعتراضات تو زاهدان شروع شد، این همه هم پرشور بود و همینجوری هم ادامه داشته تا حالا، یک حرفی شد که با اینا برخورد سخت نکنید، یا مولوی عبدالحمید و دنبال این بودن که در واقع بازداشت، یعنی بخشی از حاکمیت دنبال بازداشت مولوی عبدالحمید بود. بعد از اون تو در اومد که آقای خامنه‌ای گفته که این آقا رو بیابرو کنید، این آقا رو بازداشت نکنید. چیزی که در واقع جمهوری اسلامی نیاز داشت یک روایتی اونجوری هستش که آقای خامنه ای میخواد، یعنی در واقع این آدم رو بیارنش و در واقع بیابرو کنن، حالا به زعم خودشون، چون این آدم هم تو اون منطقه آبرو داره هم بعد از پیوستن به جنبش اعتراضی در سطح ملی آبرو پیدا کرده. اما حکومت نیاز داره به این که یک روایتی خلق کنه که این روایت قابل پذیرش باشه. این روایت رو از کی میتونه بگیره؟ از زندانیایی که تو این چند هفته گذشته به شیوه آدم روایی با کشیدن گونی سر اینا و رو بودنشون از توی نماز جمعه، بعد از نماز جمعه، قبل از نماز جمعه اینا رو ببره زندان. الان گزارش هایی که از داخل زندان در مورد زندانیان در واقع اهل سنت، به خصوص زندانیانی که در زاهدان و شهرهای اطراف شهرهای سنی نشین گرفتن، گزارش ها حاکی از اینه که فشار زیادی به اینا آوردن، اینا رو دارن میزنن. مولوی عبدالحمید اشارش به اینه، در واقع با این جزئیات داره میگه که آقا دست از آزار اینا بردارید. بعد میاد توی گفتمانی مطرح میکنه که ما تصور میکنیم که چون ظاهر گفتمانش در واقع یه گفتمان مذهبیه، میگه زمان پیامبر یه همچی اتفاقاتی نمیافتاد، حتی دشمنان پیامبرم بایشون یه همچی برخوردی نمیکردن. باز دو مرتبه با همون در اون گفتمان دینی میاد میگه که در اسلام ما نداریم بایست با دشمن بایست خیلی انسانی برخورد کرد. اما در خطبش وقتی شما میرید این خطبه رو بررسی میکنید، حرفایی که زده دقیقاً حرفای جدید و بر مبنای در واقع اصول حقوق بشر هستش، یعنی دیگه بحث اسلام اونجا مطرح نیست، بحث این هستش که انسان حرمت داره، گروه های منتقد حرمت دارن، و تاکید میکنه زنان روزنامه نگاران را آزاد کنید، و باز تاکید میکنه که
از افرادی که حتی لایک هستن ولی اینا آدمای شایسته ای هستن استفاده کنید. به خاطر باورهای مذهبی کسی دقیقاً میگه که میگه به خاطر باور مذهبی یا به خاطر نژادشون که مثلا اینا کرد هستن یا بلوچ هستن اینا میگه برخورد نکنید. اینا همون نکاتیه که در واقع حکومت داره فشار میاره به اینا و این در واقع داره بهشون پاسخ میده و با در واقع یه فکتایی از تاریخ اسلام داره میگه که این قصه شما، این روشی که دارید حتی با اون چیزی که ادعا میکنید هم جور در نمیاد. و دست آخر هم داره باز دو مرتبه در واقع آقای خامنه ای رو خطاب قرار میده و اونجا میگه که آقا حاکم و اگر جامعه نخواست این حاکم هیچ مشروعیتی نداره و باید بره. و بعدم میگه که آخه این چه وضعیتیه، شما چه لذتی میبرید از این نوع حکومت وقتی که مردم حاضر نیستن شما رو بپذیرن به هر تقدیر.